دوم سموئیل فصل 24 داوود مردان جنگی را می شمارد. بار دیگر خشم خداوند بر قوم اسرائیل شعله بر شد. پس او برای تنبیه ایشان داوود را بران داشت تا اسرائیل و یهودا را سرشماری کند. پادشاه به یوآب فرمانده سپاه خود گفت از مردان جنگی سراسر کشور سرشماری به عمل آور تا بدانم تعدادشان چقدر است اما یوآب جواب داد خداوند خدایت به تو عمر طولانی دهد تا آن روزی را به چشم ببینی که او سپاهت را به صد برابر افزایش داده باشد چرا سرورم میخواهد دست به سرشماری بزند اما پادشاه نظرش را عوض نکرد و یوآب و سایر فرماندهان سپاه را واداشت تا بروند و مردان جنگی را بشمارند پس آنها از رود اردن عبور کردند و در عرویر واقع در جنوب شهری که در میان دره جاد نزدیک یعزیر است اردو زدند آنگاه به جلعاد و تحتیم هدشی رفتند و از آنجا به دان ان رفته به طرف سیدون دور زدند پس از آن به قلعه سور رفتن و سپس تمام شهرهای هویها و کنعانیها و جنوب یهودا تا به ارشبه را سرکشی کردند آنها در ارز نه ماه و بیست روز سراسر مملکت را پیمودند و به اورشلیم بازگشتند یوآب گزارش کار را تقدیم پادشاه کرد تعداد مردان جنگی اسرائیل هشتصد هزار و مردان جنگی یهودا 500 هزار نفر بودند. ولی بعد از این سرشماری وجدان داوود ناراحت شد. پس به خداوند گفت با این کاری که کردم گناه بزرگی مرتکب شدم. التماس می کنم این حماقت مرا ببخش. صبح روز بعد قبل از اینکه داوود از خواب بیدار شود کلام خداوند به جاد نبی داوود نازل شد. خداوند به جاد فرمود به داوود بگو که من سه چیز پیش او میگذارم و او میتواند یکی را انتخاب کند پس جاد نزد داوود آمده پیام خداوند را به او رساند و گفت بین این سه یکی را انتخاب کن سه سال قحطی در کشور سه ماه فرار از دست دشمنانت یا سه روز مرض مهلک در سرزمینت در این بار فکر کن و به من بگو که به خدا چه جوابی بدهم داوود گفت در تنگنا هستم بهتر است به دست خداوند بیفتم تا به دست انسان زیرا رحمت خداوند عظیم است بنابراین خداوند آن صبح بیماری مهلک تا اون بر اسرائیل فرستاد که تا سه روز ادامه داشت و هفتاد هزار نفر در آن کشور مردند ولی وقتی فرشته مرگ به پایتخت نزدیک میشد خداوند متاسف شد و به فرشته فرمود کافی است دست نگهدار در این موقع فرشته به زمین خرمنکوب ارونه یبوسی رسیده بود داوود وقتی فرشته را دید به خداوند گفت من مقصر و گناهکار هستم اما این مردم بیچاره چه کرده اند مرا و خاندان مرا مجازات کن آن روز جاد نبی نزد داوود آمد و گفت برو برای خداوند قربانگاهی در خرمنگاه ارونه یبوسی بنا کن پس داوود رفت تا به دستور خداوند عمل کند. وقتی ارونه پادشاه و همراهانش را دید که به طرف او میآیند جلو رفت و به خاک افتاده از پادشاه پرسید قربان برای چه به اینجا آمده داوود جواب داد آمدم خرمنگاه تو را بخرم و در آن قربانگاهی برای خداوند بسازم تا مرض رفت شود. ارونه به پادشاه گفت همه چیز در اختیار شماست. گاو برای قربانی و خرمنکوب و یوغ گاف ها برای روشن کردن آتش قربانی. همه را به پادشاه تقدیم می کنم. خداوند قربانی شما را قبول کند. اما پادشاه به عرونه گفت نه من پیشکش قبول نمی کنم. آنها را می خرم. چون نمی خواهم برای خداوند خدای خود چیزی قربانی کنم که برایم مفت تمام شده باشد. پس داوود آن زمین و گاوها را به پنجاه مسقال نقره خرید. سپس داوود در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت و قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی به او تقدیم کرد. آنگاه خداوند دعای داوود را مستجاب فرمود و مرز قطع شد.